با سلام و درود خدمت همه دوستای عزیزم، امیدوارم حال دلتون عالی باشه، یه روز بسیار عالی و کلی اتفاقای خوب در انتظارتون باشه. بچه ها امروز با هیرو اومدم از نژاد گلدن رتریور، میخوایم بریم با هم یه پیاده روی خوب کنیم، بیرون چند تا فرمان بهش بدم، چند تا دستور بهش بدم، ببینیم چه جوری با چه سرعتی این کارها رو انجام میده. نمیخوام اصلا بهش فشار بیارم، قبلا براش تعریف کردم. بریم با هم یه دور بزنیم و چند تا نکته طلایی هم به شما عزیزان بگم. هیرو بریم. بند قلادم تو شلترین حالت ممکنه، سگ در کنارمه، سرم به بالا و به صورت خیلی نرمال و عادی دارم پیاده روی میکنم. یکم سرعتم رو تون میکنم، سرعتم رو اسلو میکنم. بچه ها، هیرو اومده تو مجموعه ما، پانسیون شده و بحث آموزش رو داره. یکی از مشکلات و معضلاتی خانواده باهاش داشت اینه که میگه سگ من خیلی از فرامینو بلده، ولی به حرف من گوش نمیکنه تو بیرون از خونه، و وقتی که مهمون میاد به حرف من گوش نمیکنه. کلا معضلش اینه که سگش فرمان پذیری خوبی نداره و کلا زیاد به حرفش گوش نمیده. من اینجا برام سوالی به وجود میاد. خب اوکی، سگی که بلده، پس چرا تو هر فضایی، تو هر لوکیشنی، تو هر تایمی با صاحبش تمرین نمیکنه؟ جوابش به نظر خودتون چی میتونه باشه؟ خب این نقطه که دیدیم بسیار عالی بود، ولی خب خیلی از صاحبین سگ همین موضوع و مشکل دارن تو همین پیاده روی ساده. ولی واقعا اگر یک ماه تقریبا درست رفتار کنن، سگ از این رو به اون رو میشه. این سگی بوده که روی تمامی محرک ها، آدم ها، سگ ها، موتور، ماشین و هر چیز دیگه به شدت هم هیجان داشت و هم به شدت رفتار عجیب غریبی از خودش نشون میداد. بخواب هیرو، خواب، بخواب بابا، بخواب، آفرین، بمونه. این سگیه که میگم برای دوره آموزشی یه مدت زیادی ازش نگذشته، ولی من با اعتماد کامل میتونم بند لیشش هم حتی رها کنم، از بغلش رد شم، از روش رد شم، و سگ میدونه که کجا باید چه رفتاری رو انجام بده. هیرو بشی؟ آفرین. سگ تو فرمان پذیری کاملا خوبی قرار داره. هیرو بیا بشی، بودو با من، با من بودو. میتونیم بگیم واقعا کیفیت آموزش هم بالاست، و همین که من به شدت و به راحتی میتونم از این سگ تو پیاده روی لذت ببرم و باهاش تایم خوبی رو بگذرونم. بچه ها، بند و قلاده وقتی درست تعریف شه، از یک جایی به بعد میبینید اصلا فشاری نه تنها نداره، بلکه سگ اصلا موضوعی براش نداره. نگاه کنید، الان من میخوام فقط بهتون نشون بدم چه مقدار فشار کوچیک میارم تا سگ بشینه. نگاه کنید، به همین راحتی رد شیم. بفرمایید بشین. هیرو با من، بودو 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 با من، با من، با من. نه عقب نرو، بودو با من. اگر اشتباه کرد برش میگردونم. بشی، آفره، جای درست تایید و نوازش. این که سگ بتونه تو شرایط خودش رو با صاحب وقف بده و به راحتی با هم یه پیاده روی خوب داشته باشن، میتونیم بگیم یکی از بزرگترین خواسته هر یک از صاحبین سگه. آقای فیلم بردار، نری زیر ماشین. خب بشین. حالا بریم با هم داشته باشیم چند تا نکته طلایی و کاربردی رو بهتون بگم که واقعا یه همچین سگی داشته باشین. با من همراه باشین. یرو بیا. خب بچه ها، این سگ روش نه معجزه اتفاق افتاده، نه عجیمجی اتفاق افتاده، نه کار اتفاق کلن خاصی روش افتاده. تنها اتفاقی افتاده، رفتار درست و صحیح شده. سگ تو کاملا حالت خوش اخلاقی هست، کاملا حالش خوبه و از تمرینش لذت میبره. وقتی که تو تمرین برمیگرده به من نگاه میکنه، یا تو تمارین وقتی من بهش فرمان میدادم بشین،
بیا یا هر کدوم از این فرمان ها، سگ با حالت خوب و با انرژی خوب داشت این رفتارها رو انجام میداد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه سگ درک کرده به خاطر رفتارهای خوبش قرار پاداش گیرش بیاد. حالا چه اتفاقی میفته که سگ برای صاحبش همچین جور رفتار نمی کنه؟ خیلی ها هستن میگن آقای قادر پناه با شما خوبه با ما خوب نیست، در صورت اینکه این موضوع به نظر من غیر قابل، یعنی اصلا قابل قبول نیست. عین اینه که من مثال دارم میگم یه خانواده بیان بگم آقا بچه تو مثلا با شماها بد رفتاره، تو جامعه خیلی هم رفتارش خوبه. مگر اینکه رفتار خانواده مشکل داشته باشه که یک بچه با خانوادهش رفتار مناسبی نداشته باشه ولی تو جامعه رفتار مناسبی داشته باشه. و سگ یعنی بلده یک رفتار رو، رفتار درست و بلده، ولی تو ببین چی کار کردی که پا تو رفتار نامناسبی داره. این بچه ها هم دقیقا همونن. این سگ الان کاملا فرمان پذیره. چه اتفاقی میفته که صاحب سگ این صحبت رو میتونه کنه که سگ من به حرفم گوش نمیده، این سگ من وقتی من نمیتونم با آرامش مثل تو الان بشینم، سگم انقدر هیجان داره، گولدن رتریور هم که دیدین پر از هیجانه، پس چطور برای تو انقدر خوبه برای ما انقدر بده؟ به خاطر نحوه رفتارتون، اشتباه رفتارتون، اشتباه تایید کردنتون. اشتباه تایید کردن یعنی چی؟ یعنی سگ شما تو اوج هیجان من تو موقع بسیار هیجان کنترل میشه، هیجاناش تایید نمیشه، تعویض پاسخ براش میذارم، میگم اوکی تو دوست داری به این اتفاق برسی، از این روش نیست، این راه و روشش، من براش خاموشی میذارم. یعنی چی؟ یعنی قبلا یاد گرفتی این رفتار اشتباه، الان دیگه به خاطر اون رفتار اشتباهت تایید تو قرار نیست بشی. شما اگر همین رفتارهای مناسب رو یه مدت کوتاه با سگتون داشته باشید، به خدا حال عمومی سگتون خیلی بهتره، سگتون با لذت زندگی میکنه، سگتون با لذت به فرمان شما گوش میکنه، سگ شما عاشق این میشه شما بهش فرمان بدین، چون که میدونه بعد فرمان شما غذا داره، بازی داره، نوازش داره، کلی حال و اتفاق خوب داره. ولی وقتی همه اینها براش دم دستی شده باشه، بگه خب غذا، خب من که غذا خوردم، تو چی میگی بیا، تو چی میگی بشین، و اون باعث حتی افسردگی تو سگاتون میشه. سگ شما دوست داره تو زندگیش تلاش کنه تا به یه اتفاق خوب برسه، نه اینکه صبح پاشه ببینه غذا شلوشه، نه اینکه مدام در حال نوازش شدن باشه. سگ شما دوست داره این چالش ذهنی رو. یکی از بحث‌های مهم دیگه که به این اتفاق میتونیم برسیم، بحث مهم تخلیه انرژیه. وقتی سگتون درست و اصولی تخلیه انرژی شده باشه، رفتار مناسب باز از خودش نشون میده. مدام دنبال اینه که یک رفتاری از خودش نشون بده که مورد تایید و تمجید شما قرار بگیره، نه تنبیه شما. امیدوارم شما واقعا اون صاحب خوبه باشید، نه اون صاحبی که از سر دلسوزی های الکی و خودخواهانه، من اسمشو میذارم. خیلی از افراد صاحبین سگ، من چند وقت پیش یک پستی توی اینستاگرام هم آپلود کرده بودم، همه زدن خیلی ظالمی، چجوری دلت میاد نچلونیش، من خودخواه نیستم نمیچلونمش. تو خودخواهی به خاطر اینکه خودت ارزاشی، خودت کیف کنی، میخوای یه سگ رو نوازش کنی، محبت بهش کنی، وگرنه اون سگ نیاز به اون رفتار تو نداره و حتی اون رفتار تو باعث میشه این سگ رفتارهای بد از خودش نشون بده، حالت ناخوشایندی پیدا کنه و اونجاست که برای این بچه ناخوشاینده. پس من کاری میکنم که این لبخنده همیشه باشه، این لبخنده واقعی باشه، این حس آرامشه تو سگم واقعی باشه، نه اینکه خودم مغز و اعصاب سگمو به اصطلاح به چخ بدم. دمتون گرم که تا انتهای این ویدیو هم همراه من بودین. فقط به من بگید ببینم شما واقعا جز اون افراد خودخواه هستید یا نه، واقعا اصولی و درست با سگتون رفتار میکنید.